حکومت در نظر دارد برای اعلام بی‌طرفی در مسائل و کشمکش‌های منطقه‌ای و جهانی پس از بیرون شدن نظامیان خارجی لوی جرگه را فرا بخواند. این تصمیم در نشست دیروز شورای وزیران گرفته شده. با باور برخی آگاهان حقوقی، رئیس جمهور غنی بر بنیاد قانون اساسی نمی‌تواند لوی جرگه را فرا بخواند، زیرا شرایط از لحاظ قانونی فراهم نیست. افغانستان دست کم در 4 دهه گذشته صحنه کشمکش های خونین و نبرد های نیابتی کشورهای منطقه و جهان بود است. هرچند سایه سنگین جنگ هنوز از کشور رخت نبسته، نیروهای امریکایی و ناتو تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند. با این کار ترس از داغ شدن میدان جنگ نیابتی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان بیش از هر زمان دیگر بالا گرفته است. یکی از راهکارهای دولت افغانستان برای در امان ماندن این است که لوی جرگه فرا بخواند و در مسائل منطقه‌ای و جهانی اعلام بی‌طرفی کند. بسیاری ها جنگ کنونی افغانستان را تضاد منافع کشورهای قدرتمند منطقه و جهان می‌دانند. با باور برخی آگاهان در میدان سیاسی و نظامی افغانستان نمیتوان از رقابت کشورهای همچون پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی، قطر، امریکا، روسیه و چین چشم پوشی کرد. اما رئیس جمهور غنی حالا میخواهد در جای پای برخی شاهان پیشین گام بگذارد. آگاهان حقوقی میگویند که نه زمینه فراخوان جرگه قانونی وجود دارد و نه هم عنعنوی. اگر رئیس جمهور غنی مطابق قانون اساسی لوی جرگه را دعوت کند، شرایط دایر شدن لوی جرگه وجود ندارد مطابق قانون اساسی. و اگر جرگه عنعنوی دایر میکنه، باز هم دولت افغانستان بر اکثریت مناطق افغانستان نفوذ ندارد، چطور میتونه جرگه ملی را دایر بکنه؟ با باور آگاهان، سیاست بی‌طرفی نیازمند تشکیل یک حکومت قوی است تا به کشورهای جهان و منطقه بفهماند که نیازی به پشتیبانی فنی و نظامیشان نداشته و در منازعه‌های جهانی جانبدارانه عمل نمی‌کند. این پرسش هم مطرح است که آیا فراخوان لوی جرگه در شرایط کنونی می‌تواند برگ نجات افغانستان باشد؟ اگر یک لوی جرگه هم شود که حرف بزنه، این سبب از این نمیشه که جنگ های نیابتی در افغانستان ختم شود. استعجالیت حکومت افغانستان امروزی است که یک پیشنهاد صلح کنه به طالبان که او طالبان بگن که اینی پیشنهادتان به چیزی که ما میخواستیم نزدیک است، ما جنگ استاد میکنیم. کشوری که بیش از نیمی از جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکند، چگونه مراودات اقتصادیش را با جهان بگونی تعریف میکند که هم در انزوا نباشد و هم جهان برای فقر زداییش کاری کند؟